به نام خدا جلسه پیش در واقع تا قسم پروژه رو تا جایی بردیم جلو که خود دیسویو اخبار در واقع تکمیل شد. تو این جلسه میخوایم که بیایم و کتگوری ها رو پیاده کنیم که حالا یه جوری اینا هم اعمال بشن تو این ریکوستی که داریم میزنیم. ببینید توی اینجا اگر بریم داخل داکیومنتیشن یک در واقع کوئری پارامیتری از ما میگیره تحت عنوان اگه من پیدا اینجا تاپیک و دیفالتش بریکینگ نیوزه. من میخوام که بر اساس اون چیزی که کاربر در واقع سلکت میکنه بیاد و اون رو در واقع برام بگیره. خب میریم داخل لایه ویو مدلمون. ما اگر یادتون باشه قبلا اومدیم این اکتیو کاتگوری رو اینجا گذاشتیم، الان میخوایم که ازش استفاده کنیم. من میرم داخل اینترفیس عمل میگم که شما قراره یک استرینگ تاپیک به عنوان ورودی بگیری و همینم میرم سراغ اینجا بریکپوینت رو برمی‌داریم و توی در واقع کوئریمون اگر نگاه کنیم حالا خودش اکسامپلش رو نداره ولی یه کوئری پارامتر مقسم بینیم یه خودش داره اضافه کنیم. یه کوئری پارامتر باید پیش اضافه کنیم. من یه اد میذارم تاپیک سویه با تاپیکی که قراره که بهش فرستاده بشه و اینکه خب اینجوری بر اساس کاتگوری سلکت شده در واقع میاد کوئری رو میسازه و حالا ریکوستش رو میزنه. خب سیوش میکنیم میریم توی ویو مدلز. اینجا اکتیو کاتگوری رو بهش پاس میده فقط زمانی که سلکت کاتگوری در واقع داره انجام میشه. اگر دقت کنیم ما تایتلش رو میاریم داخل اکتیو کاتگوری میریزیم. بزنید ما یه بریک پوینت اینجا بذاریم و اپلیکیشن رو استارت کنیم. خب اولش که اپلیکیشن در واقع بخواد اجرا بشه بر اساس این گت نیوزی که اینجا تریگر شده اینو بکنی اکتیو کاتگوری بریکینگ نیوز رو در واقع داره بهش میفرسته و کانتینیو میزنم و برامون دیتا رو میگیره. حالا مثلا میایم روی تکنولوژی میزنیم که خوب عمل نمی کنه. اونم بذاری دلیلش چیه؟ احتمالا بذار سلکت کاتگوری رو ببینیم داره عمل میکنه. خود در واقع گت نیوز رو یادمون رفته که فراخوانی کنیم. اینجا ایویت میکنیم گت نیوز زمانی که در واقع سلکت کاتگوری میشه اکتیو کاتگوری رو مشخص میکنه و گت نیوز رو فراخوانی میکنه. حالا یک بار دیگه اجرا میگیریم. خب دوباره اولین در واقع ریکوست هم برای بریکینگ نیوز ادامه میدیم و حالا تکنولوژی اگه بزنیم دیگه اکتیو کاتگوریمون میشه تکنولوژی. من یه دونه بریکپوینت اینجا میذارم و کوئریمون تاپیکش میشه تکنولوژی. خب حالا نمیدونم اخبار رو عوض میکنه متناسب با در واقع کاتگوری که انتخاب میشه چون گفتم نسخه فیریه. مثلا یک بیزینس رو مثل اینکه حالا یک تغییراتی داره میکنه و بذارید هلس رو مثلا بزنیم. آره تایتلش هم من دارم میبینم داره تغییر میکنه. عکسش نظر عکسی سنگینیه یکم. آره اخبار متناسب و سلامت شد. مثلا اسپورت ببینیم چی میشه. خوب بارسا استیل آنیبل تو رجیستر جوی سیز. خوب مثل اینکه
متناسب. آره دیگه اسپورت شد کلا. خب پس کاتگوری زمونم در واقع داره عمل میکنه، عکسش هم لود نمیکنه. حالا یا من اسم میکنم وی پی ان لازم داره بعضی از این سایت ها، چون از یک سایت مثلا واشنگتن پست من دیدم داشت، سی بی سی نیوز داشت، احتمالا به خاطر مونه، ولی حالا داره کار میکنه. خب قسمت ادامه کار اینه که در واقع روی هر کدوم از این خبرها که زد بره داخل دیتیلز اون خبر، اینجا عکسش رو ما داریم و دموش رو هم اگر بخوایم که داشته باشیم، اپلیکیشن دیمومون رو هم باز بکنیم، یه روی هر کدوم که بزنه یه همچین چیزی رو در واقع میخوایم که ببینیم. به این صورت دکمه بکش هم که نمون اینجاست، این تقریبا تو همین مایاست. و حالا من اومدم بکگراند سفید دایره ای گذاشتم، زیاد جالب نشد، تصمیم گرفتم که همین به این صورت بشه. خب بریم اینم پیاده کنیم. در وله اول ما باید یک پیج درست کنیم، اینجا نیو آیتم کانتنت پیج از نوع دوت نت مالی، اسمش رو میذاریم نیوز دیتیلز پیج. خب اینجا یک گریت بدم بندازیم رو دفینیشن بهش بدیم 400 و استار 400 اسمون عکسه و یه همین ایمیج بهش بدیم، ایمیج سورسش پایین میشه به ایمیج، من دیتا تایپش هم مشخص کنم، مودلز اینجا میشه البته نیو مدل رو بهش بذار، پس نیو مدل شو بسازیم، نیوز دیتیلز نیو مدل هاپی که از ایس نیو مدل هم موقع پرسپری میکنه. و حالا اینجا میام نیو مدل رو مشخص میکنم، این دو تایپش در واقع میشه دیتیلز. خوب ایمیج اسپکت هم بهش بدیم یهو، اما اسپکت فیل و گرید رو صفر هم هستش. حالا بریم سراغ ویو مدلش، فعلا اونو تکمیل کنیم. نیوز دیتیل خب اینجا میخوام که در واقع دیتای مورد نیازی بین دیتایی که ما میخوام نشون بدیم توی صفحه، یه دونه ایمیجه و یه دونه این تایتل و یه دونه این کانتنتیه که دو دیسکریپشن اون خبره. پس من میام استیلینگ نیوز تایتل دارم، حالا آرتیکل تایتل هم میشه گذاشت، ولی گذاشیم نیوز تایتل، نمی کنیم observable property، یه دونه در واقع استیلینگ کانتنت اون خبره، یه دونه استیلینگ ایمیج در واقع URL ایمیج، اینا همشون از اینا میگیرن. سلکتورش هم بسیدیم و
اول از همه این دکمه بک رو من بیام کامندش رو بنویسم async، چون ساده است، سریع بنویسم کو بک await shell current go to async. مثل ترمینال حالا سیستم اونقل که با دو نقطه cd دو نقطه برمیگرد عقب، اینم این ساعت برمیگرد عقب انیمیشن شما تو و پروپرتی ریلی کامند هم بهش میدم که به صورت کامند در بیاد. خوب یه قسمت شیل داریم اینجا، این هم بیاییم چون ساده سریع بنویسیم async تسک شیر نیوز، نمیشه await شیر، یعنی رفته کجا؟ رفته توی data transfer dot share. جالبه، request async میکنیم، یکی در واقع new share text request که در واقع تکستش میشه content و تایتلش میشه news title. این از این، این هم واسه شیرمون یه ریلی کامند هم نمیدیم. و حالا نکته یکی هست، من میخوام از اون صفحه در واقع اینجا میخوام یک دیتایی بفرستم به این وردیه که شامل در واقع آدرس عکس تایتل و دیسکریپشن اون خبر. خب پس من میرم داخل اینجا، یعنی ویو مدل خود صفحه اصلیمون، یه کامندی بعد بنویسیم، ما اسمش هم میزنیم چی بذاریم اسمش رو ایسینکش task go to details page که این در واقع یک آرتیکل از وب آرتیکل میگه آرتیکل. اول میگم که اگر آرتیکل نال بود ریترن کن برو خونت، در غیر این صورت اگر دیتایی داشتی واقعا بیا شل کاره میخوام نویگیشن انجام بدم، ولی نویگیشنی که میخوام انجام بدم قراره دیتا توش بفرستم. اول میگم که قراره بری به صفحه نیوز دیتیلز پیج، یوزینگش رو میاریم و انیمیشن تو رو و اینجا پارامیتر یه در واقع دیکشنری نیو میکنم، نوع استرینگ واسه کیهاش و آبجکت دیتاش که الان مقدار دهیش میکنم، کیش در واقع میشه آرتیکل، دیتاش میشه همین آرتیکلی که میاد. یه کیدی بزنیم، کنترل کیدی حال نکرد. خب پس آیدنتیفایرش میشه آرتیکل که اون برمی خواهد ازش استفاده کنم، دیتاش هم میشه همین آرتیکلی که به عنوان ورودی در واقع فانکشن میگیره. کامندش هم در واقع بذاریم. حالا کجا در واقع استفاده میشه؟ ببین توی در واقع صفحه نیوزمون، یعنی اونجایی که در واقع لیست میگه خود نیوز هستش توی فریم، اینجا یه فریم چیزی ریکاگنایزر میدم از نوع این ریکاگنایزر مختلف داریم ما، نمیدونم اینجا میاره یا نه، مثلا درگ
gesture recognizer, drop gesture recognizer, hand gesture recognizer, pinch gesture. اینا رو کلا کامل میتونید مثلا سوات جسچر ریکاگنایزر برید مثلا برید کدوم به دردتون بخوره، ولی من از همون تپ جسچر ریکاگنایزر استفاده میکنم. یا مثلا یه چیزی داره تحت عنوان نامبر آف تپ ریکورد، مثلا چند بار بزنه روش تا عمل کنه، ولی ما همون حالت دیفالتش رو کامل در واقع دوباره باید بیایم از یک ریلیتیو بایندینگ استفاده کنیم، دقیقا مثل اون کاتگوری که اومدیم استفاده کردیم binding source رو میزنیم source مساوی با relative source تایپش بخشید تایپش رو میزنیم روی بوده new model news view model و پسش رو هم همین در واقع چیزی که اینجا گذاشتیم دقیقا میدونیم اون source generator رو کامل هم تش اضافه میکنه کامل و تمام. خب اگه یادتون باشه اینجا گفتیم که عنوان ورودی آرتیکل هم میگیره دیگه، حالا اینو از کجا بهش بدیم؟ میگم که کامل پارامیترت هم بایندینگ به همون آبجکتی که الان توشی اشاره کن، این نقطه در واقع معنیش این میشه. خب این از این. حالا توی یکم تمیزش کنیم بین بعضی رو زمین میخوام بنویسم، یا مثلا این سیرچ بارو من اول توی یه خط می‌نویسم. خط کودا کمتر میشه، خب مثلا 4 خط کمتر شد، ولی من زیاد پیشنهاد نمی کنم. چون شما هم باید وقتی میخواید بخونید اون سفر و یاد روش تغییرات اعمال بدید بفهمید اول پراپرتیش یه، هم باید اسکرول بالا پایین بزنید، ورتیکال اسکرول باید بزنید تو اون صفحه، همین که حالا مثلا نگاه کنید این چقدر پراپرتی داره، هم باید هوریزونتال اسکرول بزنید، یه جوره کار بیشتر میشه. من در واقع ترجیحم اینه که فقط از بالا به پایین نگاه کنم و پروپرتی ها دستم. خب حالا توی اینجا پس دیتا رو مشخص کردیم، حالا بینیم توی دیتیل میگیم که آقا شما برحذر باش که یک دیتایی قراره که برات بیاد، پس میگم از آی query attribute table implementش هم بکنیم. خب خطا واسه چیه؟ بعد پارشیال بشه source generator داریم خیلی سرم KD هم بزنیم و خب این هم من همیشون راست عادت میارم آخر میذارم. مثلا پروژه مختلف میخوام ببینم چه دیتایی قرار بیاد، سعی میکنم آخر ویو مدل و اینو میفهمم که در واقع به چه صورت. خب اینجا یه در واقع آی دیکشنری میگیره ترو رو فعلا نریش دیدیم، من میگم که وره آرتیکل مساوی این کوئری که داری میگیری فرست و دیفالتش کن بده به من و ولیو هم آدم مثلا وره آرتیکل مثلا دیتا کستش میخوام بکنم به ببین الان اینجا اینه بکنی یکی ولیو پیره و تایپشو من ولیوشو کار دارم دیگه، این آبجکته، این آبجکته نمیدونه در واقع به چه صورتی، من ولی من میدونم آرتیکل دات ولیو از پس این چی شد؟ این value در واقع همین اینه، این از چه نوعی هست؟ به آرتیکل. اینجا من اومدم کستش کردم به نوع آرتیکل. حالا میام میگم news title میشه
پارتیکل دیتا دات تایتل کانتنت کانتنت چرا چون غلط میشه کانتنت میشه data.content و عکسش هم میشه image میشه article data.image. خب این از اینجا دیگه کارمون تمومه، فقط میمونه بحث binding contextش رو هم بریم انجام بدیم. میگم که یک دونه نیوز دیتیل اومده به اسم VM شما میگیری و بایندینگ کانتکست رو میذاری VM. دیس هم میشه ننوش فیلی من دیگه عادت کردم. خب این از این حالا میریم سراغ مای پروگرام. یعنی اینجا دیتیلی شما هر سری قرار دیتای مختلف ببینی. این مثلا واسه مین پیج اومدیم سینگلتون بودیم، چون هر صفحه‌ای که شما بری بک بزنی قراره یک در واقع مین پیج رو ببینی، ولی روی هر کدوم که بزنی قرار نیست یک دیتیل ویو مدل ببینی یا یک دیتیل پیج ببینی. پس از اونها ترانزیت میاد تعریف میکنیم. اینجا عملی رو بکنیم اد ترانزیت. توضیح ندارم فکر کنم تو قسمت یک و دو پروژه دادیم دیگه کامل فرق ترانزیت و سینگلتون. حالا میام اسمشو میارم و حالا اون بحث مثلا این نفبار و اینا که اینجا اومدیم فالس کردیم واسه این قسمت هم لازمشون داریم. یه بکران کالر رو هم بشیم بدیم. دیگه چی نکته خاصی داریم یا که خیر بریم سراغ ویو. خب پس ما ویو مدل رو اومدیم کامل کارو شاید انجام دادیم، بایندینگ کانتکست و بحث دیپندنسی اینا رو هم کامل زدیم. حالا بریم سراغ ادامه کار ویو. روی یک فریم میندازم، فریم در واقع واسه این قسمت که اسکریپت رو باند تو میکنم. اسکریپت تو باند نمیدونم قبلا گفتم یا مثلا شما یه فریم گذاشتی تو آی او اس خیلی من استفادهش برام ملموس تر میشه. شما از که یه فریم گذاشتی بعد اومدی مثلا حالت مثلا ویت 50 هایت هم میخواید که مثلا کاملا دایره ای باشه، داخلش هم یه عکسه مثلا کورنر رادیوس هم میدید که بعد یه نصف ویت هایت باشه 20 بعد این عکس گوشه هاش میزنه بیرون از این فریمه. اون کنید من توی پینت رو بیارم. پس چی شد؟ ما یک فریم انداختیم ویتوهایت 50، بعد عرضم حضورتون که داخلش مثلا یه عکس مثلا نداریم اینجا، یه عکسی مثلا گذاشتیم. این عکس یه دونه مربعی شکل اسپکت فیل و اینا هم حالا مثلا بهش دادید. او بکگراند هم نمیدونم میشه داد بشه. حالا این فکر کنم میشد ایشون رو قرار داخل این بذاری. یکم تمیزتر کار کنی. یعنی شما میخواید که میگم کوچیکش رو بونی شما میخواید این گوشه ها نزنی بیرون. تو آیویس این شکلی میشه.
بابا میخواید که در واقع این از این دایره پیروی کنه و داخلش قرار بگیره، در واقع گوشه ها پاک بشن، یعنی چه حالتی داره. ایز کلیپ تو باوند اگر تو رو بشه این کارو براتون انجام میده. دیگه مفهوم میخواستم که توضیحش بده. خب چیکار داشتیم میکردیم؟ اینا رو نمیخوایم. اوردر کالر ترانسپرنت مارجین، مارجین حالا چجوری بهش میدم؟ سی حالا میگم دقیقا چی میشه. دیگه بکگراند کالر هم بهش میدم، اون رادیوس 15 هم اوکیه براش و پدینگش هم 10. خب مارجین وقتی که اجرا گرفتیم میگم که دقیقا چرا اونجوری داره. حالا دیگه توی این یه اسکرول ویو واسه بعض احتیاطه، اصلا حالا اینجا که خیلی دیتا اون طولانی نمیشه، ولی میگم شما اسکرین های مختلف رو نمیدونید چطور قرار کار کنه. یه سکلایوت هم نمیخوادم، اون لیبل رو بندازیم و کارو جمعش کنم. بایندش میکنم به کانتنت فونت سایز مدیوم تکست کالر وایت فونت فامیلی هم همین در واقع روبوتو مدیوم. خب این از این فقط میمونه. پس ما بذار یه اجرا بگیریم. ما تو اینجا کار عکس رو پیاده کردیم، دیسکریپشن رو هم گذاشتیم، میمونه اینکه اینا من درستش کنم. میمونه اون تایتل و اون حالا شدویی که در واقع داره بهش میده، شدویی که در واقع افتاده زیر این تایتل. ولی خب من به نظرم اول بریم دکمه بک و بوکمارک و اینا هم یاده کنیم، بعد بریم سراغ تایتل و شادو و بعدش هم که دیگه تموم. خب من فقط نمیدونم که فونت آلسوم رو فکر میکنم که گذاشتیمش. من پرونم اوکی فونت آلسوم رو داریم، ببندیمش. خب این برامون اومد، اسم کتگوری هم بزن روی بیزینس و بله عوضم شد. من یه بریک پوینت رو زنم ببینیم که دقیقا چطور داره این عمل میکنه. دی بحث پارامتر پسینگ بین پیجا مهمه. یه دونم اینجا خب روی همین اولی میزنم، تریگر شد. آرتیکل و بایندینگ پارامیتری که بهش دادیم و برامون آورد، ببینیم دقیقا همینه. تایتلش نمیشه unexpected leaders، درسته دقیقا همین آبجکتیه که روش زدیم. خب منطقا نال نیست، پس اینو ردش میکنه. افتم نمیتونم بزنم چون قطع میشه ویدیو. خب اومد سر اینجا دیکشنری و یه دونه دیکشنری نیو کردم با اسم آرتیکل و دیتا هم در واقع همین آرتیکلیه که اومده. میریم توی اینجا و یک F5. خب یک خطایی پیش اومد. یکی شما پیج تو من نشناختم به خاطر اینه که اینجا توی
اپشل باید بیایم و پیج های که دیتیل هستن رو مشخص کنیم. یعنی ببینید میل پیج رو چرا میشناسه؟ چون اینجا داریمش، ولی دیتیل ها رو باید بیایم توی اپشل در واقع کود بیهایندش بیاده کنیم. میگم که روتینگ ریجستر کن یک دونه از نوع نیمافه، نیمافش رو از اینجا میارم و تایپشم همین. از این و برو اجرا میگیریم، دارم ببندیم، ترانزینتش هم دیگه گذاشتیم. خیلی استرکچر پروژه توی دات ام آی زیباتره به نظر من نسبت به نامانی فور. خب حالا منتظریم که ران بشه، بریم ما هم توی صفحه نیوز، نه اینجا که نه، توی ویو مدل اینجا ها، اینجا میخواستیم ببینیم دیتا چیه که اکسپشن داد و الان دیگه اجرا شد. حالا شما مثلا میتونید دیفالت کاتگوریتون رو به جای بریکینگ نیوز بیاد مثلا بذارید تکنولوژی، فقط کافیه بیاد اینجا بنویسید تکنولوژی. و من روی مثلا من روی تکنولوژی بزنم یکم عکسشو طول میکشه دانلود کن. حالا مثلا اولی، خب اینجا رو که دیدیم، خب اینجا اومد برام، بعدم توی دیتیل نیوز دیتیلز ویو مدلیم و کوئری برامون اومده، یک دونه مقدار داره کیش در واقع هم آرتیکلیه که اینجا گفتیم آرتیکل و ولیوش هم در واقع همون آبجکتیه که من دارم اینجا کستش میکنم و اینها رو هم ببینید فعلا ناله. ببینید آخرش مقدارها رو بله گرفته. مثلا اینجوری نیست، مثلا من این ستا رو لازم داشتم، حالا شما مثلا خواستید چیزایی بیام یو آر ال و اینا هم اضافه کنید اونا رو هم پاس میدید. دارم ورش میداریم و اومدیم توی صفحه دیتیلز. حالا بریم اون دکمه اون مارجینا هم که گفتیم واسه اینه که یه همچین شکلی بگیره دیگه، یعنی شبیه یو آی اون بشه یکم این بر رفته. خب مثلا من آمده مارجین سی دادم، بعد کجا بود؟ اینجا منفی 60 از بالا دادم، مثلا اگه صفرش کنیم میاد اینجا، هم کنم یکم بره بالاتر نسبت بهش منفی 60. خب دیگه بریم اون دکمه بک و بوکمارک و اینا هم اضافه کنیم. من فقط اون آیکون های فونتاسون رو یارم. خب یه دونه استکلیوت میخوام، اورینتیشن هوریزونتال، مارجینش میدیم چرا دادم سی؟ خواستم دقیقا با این توی راسته باشه، یعنی اینم سی گرفته اونم سی باشه دوکیمه بچه. حالا لیبل تکست اون سایز لارج بودیزم تا اپشن استارت و اکسپند میدم، ارتیکال اپشن استارت نارم لازم نیست ولی آنما بهش میدیم و تکست کالر وایت فونت فامیلی هم در نهایت سا
سالید دی بهش میدیم که برای در واقع اینجا سالید واسه مونتاسومیه که اضافه کردیم. خوب اینجا اومدش دقیقا. دیگه چی میخوایم؟ بوکمارکم میخوایم، کپی میگیریم، سه تا دکمه بک اومد، آیکون ها رو عوض میکنیم، این میشه بوکمارک و اونم شیر بوده اگر اشتباه نکنم. فقط جاهاشون یکم جالب نیست، به خاطر اینکه این بشه اند، اینم بشه اند. خوب چرا چرا شیر نمیشه؟ خیلی عجیبه. آیکونش اینه. خب این مارجین هم به این بدیم که از هم فاصله بگیره. خوبه دیگه این از این. بریم حالا فانکشنالیتی هاشون رو فکر کنم پیاده کردیم توی اینجا، مثلا گوبک و ها. فقط اینجا باید بیایم لیبل چیزشیر کوگنیزر تپ کامند با این دیگه میشه به گوبک کامند. برای شیر هم همینو کپی میکنیم، فقط این میشه که شیر کامند. حالا من اینو بزنم برمیگرده، خیلی هم زیبا. و بریم داخل این، خوب بریم حالا سراغ اون تایتلی که حالا اینجا میاد و فکر کنم دیگه بعدش همون شدوار هم در واقع باید بذاریم. فعلا من اون تایتل رو بیارم، یه لیبل داریم تکستش بایند میشه به نیوز تایتل ایتیکال اپشن اند فونت فامیلی روبوتو بود فونت سایز لارج. یه مارجینی هم بهش بدیم 35 و 0 و 0 و ببینیم چی در میاد. تیکس کالر کالر وایت اوکیه، خوبه. ببینید این 70 به خاطر اینه که من یه منفی 60 از اینجا دادم، چون اینو نذاریم میره زیر اون زیر اینجا، یعنی دقیقا اینجا قرار میگیره. نام کنم که یه بالا. خب میمونه فقط اون شدوها که میاد زیر در واقع تایتل. من میام یه باکس ویو میندازم بعد به شدو میدم. شادو هم مال چیز جدید دات ناویه. خب بکگراند کالر شون و هات ریکوست ست کالر ترانسپرنت مارجین بهش میدیم. Vertical option start grid رو یک. حالا
میریم بهش میگیم که باکس یو شادو، این شادو بهش میگیم براش بلک آفست صفر و منفی 160 رادیوسش هم همون 10 خوبه، اپوزیتیش هم 8 باشه، 8 یه همچین حالتی به وجود میاد. پایینش خالی میمونه، من یه شدوی دیگه هم میندازم براش. یعنی تو این عکسه از اینجا هاست تقریبا تا این پایین، واسه یه اون یکی هم یه کپی میگیریم چقدر پور رنگ تر شد. آفستیشو فقط میام عوض میکنم، همین حالت نسبتا بهتری گرفت به نظرم. میشه یه کوچولو هفتاد بذاریم، هفتاد بهتر. خب این از این، من یک اجرا بگیرم دوباره دیگه، تقریبا تموم شد پروژه نیوز اپمون، چیزی که من براش برنامه داشتم و حالا روی داتنت معایی هم خواستم روی زامارین انجام بدیم، ولی گفتم که خب یهو بیایم روی داتنت معایی انجام بدیم، یه دستگرمی هم بشه مثلا اونایی که میخوان شروع کنن و ببینن الان پروژه های نسبتا خوبی هم میشه زد توی داتن ماوی. فقط یه کوچولو زمان میبره، یه کوچولو باگ ماک داره، اونا رو یکی دو ماه آینده دیگه احتمال خیلی زیاد تا حد خوبیش برطرف میشه. خب این اومد و بله دیگه تایتلمون دیسکریپشن، نه که این دیسکریپشن خودمون ای پی آی کامل نمیده، مگر اینجا یه اسکرول ویو کامل نمیتونه متن خبر رو بخونه، این شی رو اگه بزنه مثلا روی ریماندرز براش اینجا میاره و حالا کپی و سیو اینا میتونه بکنه، دکمه بک دیدم که کتگوری های مختلف و اوکی دیگه نظرم. توی قسمت بعدی ما میاییم و این دکمه بوکمارکی که در واقع گذاشتیم رو من میخوام که برایش یه فانکشنالیتی پیاده کنیم، اونم به این صورت که و اولش این نباید پر رنگ باشه، یعنی حالت بوکمارک شده است این الان، ولی حالت بوکمارک نشده باشه بعد کاربر که مثلا روش زد یاد و داخل دیتابیس ذخیره کنه و داخل این تب سیوت اون خبرهایی که در واقع بوکمارک کرده رو براش بیاره و حالا استفاده کنه، دوباره بتونه آن بوکمارک کنه و به این صورت. خب فعلا واسه این جلسه کافیه، امیدوارم که یادگیری خوبی داشته باشید از این چند جلسه پروژه عملی. اگر من خب موقع کد نویسی شاید بعضی نکات رو جا بندازم توضیح بدم، خودم تلاشم اینه که کامل توضیح بدم چیزایی که می نویسم و اگر جایش مبهم موند واسه کسی، نفهمید مثلا یه کدیو چرا نوشتیم، دلیل استفادهش، این خیلی مهمه. صرف این که شما مثلا بتونید یه پروژه رو انجام بدید، فرض کن مثلا شما به عنوان یک حالا کسی که میخواید این ویدیو رو ببینید و کار رو انجام بدید، میاید ویدیو رو میبینید، حالا شاید مثلا سورس هم احتمالا بذارم
روی گیتاب جایی یه جایش اصلا کپی پیست کنید، یا اینکه نه کلا ویدیوها رو میبینید کاملا کد رو مینویسید، پروژهتون هم دقیقا مثلا این چیزی میشه که ما الان داریم، یعنی کامل انجام. اما نمیفهمید که چرا بعضی چیزا رو نمیشید، این خیلی بده. چون دلیل این که در واقع شما بتونید پروژه های دیگه هم انجام بدید اینه که فهم خوبی از در واقع همین پروژه داشته باشید. دلیل مثلا این که چرا توی لایه سرویس ما این اینترفیس رو چرا گذاشتیم، این در واقع خود سرویس رو چرا گذاشتیم، اینا رو که در واقع دلیلش رو بفهمید تو پروژه های دیگه هم دیگه میتونید تجزیه تحلیل کنید که الان به چی نیاز دارید. یه جایی که در واقع پروژه رو میخواید پیاده کنید ماژول بندی میکنید، مثل دقیقا همین کاری که ما تو این پروژه کردیم، یعنی از اون UI که داشتیم شروع کردیم و این بالا ویو رو در واقع پیاده کردیم، اون جاهایی که دیتا لازم داشتیم خیلی مهمه اول از همه لایه مدل مدلتون رو پیاده میکنید، بعد لایه سرویس اگر کار با ای پی آی دارید، لایه سرویس اگر نداشتید که خوب لایه سرویس قاعدتا اسکیپ میشه، بعد لایه ویو مدل، ویو مدلتون رو پیاده میکنید و در نهایت میرید سراغ ویو و کارتون رو انجام میدید و در نهایت هم میرید حالا اون بایندینگ کانتکست رو در واقع اون با اینجا دیپندنسیاتون رو حد میکنید. این فلوی یک پیاده سازی حالا معماری MVVM توی اپلیکیشن های دات نتی حالا توی حوزه موبایل هستش و امیدوارم که قصه نمشید. فعلا خدا یارو نگهدار.